صبحای سه‌شنبه در مورد سیمخا شادی صحبت میکنیم. امروز البته تعنیت اثر به تهوت دهم تهوت که گفتیم تعنیت فوق‌العاده مهمیه که حتی اگر روز شبات هم میافتاد این تعنیت رو میرفتیم. البته هیچ وقت شبات نمیافته تو تقویم، ولی بعضی وقتها جمعه میافته آدینه شبات و با دهن تعنیت وارد شبات میشیم. چرا؟ برای اینکه این شروع تمام بدبختی ها هست که دشمن میاد شهر رو محاصره میکنه تا 17 تموز رو رخنه میکنن و نوعی که دیگه تیشا باب خرابی و آتش سوزی. بنابراین شروع تمام بدبختی ها از عصر رابطه بته. و امروز میخوایم در مورد حسادت envy به انگلیسی میگن صحبت کنیم که دلیل تنفره. یه نفر از یه نفر تنفر داره به خاطر اینکه حسادت بهش میکنه. حالا خیلی وقتا بهش میگن سینت خینام، دشمنی بیهوده، هیچ دلیلی هم نداره. مثلا برادر یوسف چون بیچاره رو بندازن تو چاه بخوان بکشن و بفروشنش، سینت خینام بوده، دشمنی بیهوده. حالا یه خواب دیده که مثلا خورشید و ماه و 11 ستاره به من تعظیم میکنه، من به یه جایی میرسم، خب چرا بخواین بهش حسادت کنه؟ چرا بخواین از بینش بینه؟ پدرش لباس قشنگ بهش داده. بنابراین شروع خرابه به تمیق باشم همه سینت خینامه که الان 2000 ساله گیرش هستیم، به خاطر دشمنی بیوده به تمیق داشت خراب شد. پس اگر این سینت خینام رو از بین ببریم، خب دیگه این تعنیت ها میره کنار رو ماشیخ میاد و اینا. بنابراین آدمایی که شادن، هپی هن، سیمخا هن، همیشه خوشحالن، اینا تنفر ندارن، حسادت به کسی ندارن، دشمنی بیهوده ندارن، خیلی راحت تره. ولی کسایی که آدمایی که همش ناراحت و اینا هستن که حالا توضیح میدیم، این ریشه تمام بدبختی ها هست. آدم شاد تو زندگی همیشه بهتره. بنابراین با وجود که امروز تعنیته، ولی در مورد شادی صحبت میکنیم. چرا شادی کمک میکنه که انسان دیگه حسادت نداشته باشه، تنفر نداشته باشه و این سینت کنام از بین میره. میگه حسادت، envy به انگلیسی میگن، دلیل اصلی تنفره. از یه نفر تنفر داری، چرا؟ ولی که علمش بیشتره، پولش بیشتره، یه چیز خونه قشنگتر داره، میفهمی؟ بهش حسادت میبری، چشم دیدنش هم دیگه نداری، ممکن اصلا تو نشناسیش هم. بهش میگن سینت خینام، دشمنی بیهوده. و میگه اون موقع میبینی که چون یه نفر رو دوست نداری، وقتی از یه نفر بدت میاد با انسان نگاه کنه ببینه، متوجه بشه چون من از این طرف خوشم نمیاد، حواسم باشه، برای که ممکنه این به تنفر و اینا هم کشیده بشه و بعد خدای نکرده خطرناک هم ممکنه باشه. بنابراین همیشه دونستن یک مسئله 50% مسئله رو حل کرد. انسان بدون مریضه خب میره دکتر، یکی از بهترین نعمت ها گفتیم نعمت درده، دستش درد میکنه، قلبش درد میکنه، میره دکتر، خدا رو شکر خوبه. ولی اگر خدای نکرده بیماری بدون درد باشه خطرناکه. پس هر موقع انسان درد اومد، مشکل اومد، خوبه و بفهمه که یه مسئله ای هست، خدا بهش یه علامتی میده. بنابراین میفهمد خیلی قشنگ که وقتی یه نفر رو انسان دوست نداره، یه نگاه قشنگ امین به خودت بکن که آیا نسبت به اون حسادت داری یا نه. چرا دوستش نداری؟ حتما یه چیزی هست. برای چی؟ چی کارت کرده؟ ممکنه ریشهش حسادت باشه. پس اگر ریشه حسادت رو برداری، اون موقع دیگه انسان از همه خوشش میاد، چشم دیدن همه رو داره. بعضیا مثلا یه نفر با یه ماشین قشنگ یا یه عروسی قشنگ میگیره، اصلا چشمش از حدقه در میاد، چشم دیدنش نداره. میدونی بعضی اینجوری هست، ولی خیلی هستن نه، فکر میکنه خواهر خودشه، برادر خودشه، بچه خودشه، خوشحالی میکنه، شادی میکنه. انسان باید رو خودش کار کنه که به این درجه ها برسه. و انسان زندگیش تو این دنیا میگه مثل سایه پرنده. حالا چند هزار سال قبل میگفتن سایه پرنده، دیدیم پرنده دیگه میگذره، عمر انسان هم میگذره. حالا این روزا که جدیدتر تو آمریکا حتی بیشتر سریعتر هم میگذره. ارزش نداره که بخواد حتی انسان یک ثانیهش رو تلف کنه، بخواد نسبت به یه نفر دیگه احساس حسادت بکنه. انسان که 120 سال تو این دنیا بیشتر نیست، مثل برق و بادم میگذره. پس بهتره چه کار کنه؟ خودت باشی،
چرا میخوای سعی کنی یه نفر دیگه باشی؟ چی کار اون داری؟ تو زندگی خود بکن. اکثر مردم برای دیگران زندگی میکنن و هیچ وقت هم حپی خوشحال نیستن. عروسی میخوام مثل دیگران بگیره، زن شوهر مثل دیگران، خونه ماشین مثل دیگران، هر کس هر کاری کرد یا مثل میبخشه میمون میخواد بره تقلید کنه. خب اینه که هیچ وقت خوشحال نیست. آدمی خوشحال که خودش باشه. اگه من یه نفر دیگه هستم پس من نیستم تو این زندگی، پس نمیتونم خوشحال باشم. بنابراین امروز که میخواد توضیح میدیم یه مقدار انسان متوجه میشه که ریشه حسادت چیه و اینه که ورداره آدم شادی میشه، اون موقع دشمنی بیهوده میره کنار. دیگه از این تنیتا هم با امید خدا با اومدن ماشیه نخواهیم رفت. میگه آدم باید رو خودش کار کنه، این خصلتی که راضی باشه، ساتیسفای به انگلیسی میگن، با اون چیزی که خداوند داده چه کم چه زیاد باشه. معمولا آدم ها فکر میکنن دیگران بیشتر دارن من کمتر دارم. حالا که انسان باید فکر کنه اینجوری نیست، من خودم بیشتر از دیگران دارم. خیلی اصلا آرزوی زندگی من رو شما میبرن. خیلی اصلا متاسفانه تو بیمارستان تا نفسم نمیتونم بکشن، زیر دستگاه اکسیژن. خب پس این بنابراین هر کس باید بدونه که فاروق هاشم خدا به اندازه کافی بهش داده. میگه حسادت، این کتاب رابای پلیسکین هست، Gateway to Happiness، کتاب فوق العاده زیبایی در مورد شادی صحبت میکنه، فصل فصل خیلی قشنگ و ساده. روانشناسه، هم ربای هم دکتره، بنابراین حرفاش با طبق خط تورا میره و یه فصلش در مورد همین حسادت صحبت میکنه. چون آدمایی که حسودن میگن حسود هرگز نیاسود، به فارسی میگفتن یادتونه، اصلا نمیتونه آرامش داشته باشه. آدمای حسود هیچ وقت شاد نیستن، هیچ وقت خوشحال نیستن. بنابراین این در مورد حسادت صحبت میکنه، خیلی قشنگه و همه ما هم این داریم درونمون، باید رو خودمون کار کنیم. میگه حسادت از این میاد که انسان تمرکز میکنه به چند تا لحظه های خوب زندگی دیگران در حالی که نمیدونه این بدبخت چه بدبختی هایی کشیده که مثلا حالا به اینجا رسیده. این فقط یه لحظه میاد که مثلا پول داره، ولی نمیدونه که مثلا این شب و روز ممکنه حتی مثلا توی رستوران ظرف میشسته، سخت کار میکرده تا به اینجا رسیده. فقط چیچی رو میبینه، این طرف خوشحال به یه جایی رسیده. یوسف میبینن اوه صدر اعظم شده، نمیدونن که برادرها 17 سالگی فروختنش، جوان از خانواده جدا شده، از خودی خورده، 12 سال زندان بوده، ولی مردم این چیزا که نمیدونن. اوه یوسف صدر اعظم مصر، علکی که به اینجا نرسیده. بنابراین اینایی که حسادت میبرن به یه نفر فقط دارن یه نکته کوچیک، یه تیکه کوچیک از زندگی یه نفر رو میبینن، ولی پشت پرده بدبخت ممکنه چه سختی هایی نکشیده اینا رو نمیبینن. تا اگه میخوای به یه جایی برسی میگن نابرده رنج گنج میسر نمیشد، تا باید سختی هایی بکشی، ولی مردم اینا رو نمیخوان، فقط قسمت خوب دیگران رو میخوان. ولی خوب دیگران به این آزمونی که به دست نمیاد، بیچاره یک عمر ممکنه کار کرده باشه. بنابراین همش بستگی به طرز فکر انسان داره که قشنگ به موضوع نگاه کنه. و همچنین میفرماد اسنس یعنی ذات حسادت یا انوی از این احساسی میاد که میخواد یه نفر دیگه باشه گفتیم. و این چه کار میکنه؟ خود انسان اصلا باطل میکنه، در حالی که ربزوشی ها یا خاصیت خیلی بزرگ بوده. میگه بعد از 120 سال اون دنیا که رفتم، اگه از من پرسیدن چرا ابراهام نشدی، چرا اسحاق، چرا یعقوب، موسی ربیان، جواب دارم، میگم خدا من که اونا نبودم. ولی اگر ازم پرسیدن فلانی چرا خودت نشدی، اون موقع جوابی ندارم. خدا میخواد از هر کسی خودش بشه، خود خودت بشی، اون پتانسیال استعدادایی که داری بیاری رو. ولی مردم میخوان کی بشن؟ دیگران بشن. خب این با طبیعت دنیا نمیره. خدا تو رو آفریده که خودت بشی، ولی تو میخوای یکی دیگه بشی. نمیشه که. حتی ابراهام هم نباید بشی، حتی اسحاق هم نباید بشی، و خودت بشی. این زیباییه. و متاسفانه بارها گفتیم قبرستون ها گرونترین جای دنیا هست، نه به خاطری که حال گرون شده و اینا، بلکه به خاطری که کلی استعدادایی هستن، چه جوان چه پیر، که اونجا خوابیدن و هیچ وقت شکوفا نشدن.
همیشه سعی کردن دیگران باشن، همیشه سعی کردن تو لذایز دنیا باشن و دنیا رو پوچ بگذرونن، اون چیزی که باید آشکار کنن خودشون بشن نشدن. و این سخته، این گرونه، این یک عمر متاسفانه. بنابراین وقتی انسان میخونه متوجه چیزی میشه، واه پس من خودم با باشم، خب رو خواستم که خودم هستم دیگه، چرا بخوام یکی نفر دیگه باشم؟ این همش تصورات باطله، هیچ پوچه هیچ، همه میدونن ها، ولی صبح تا شب دنبال چرت و پرتای دنیا هن و اینا. مثلا تو لس آنجلس که همش فیلم و هالیوود و عروسی مثل این، ماشین مثل این، خونه مثل این، زندگی مثل این، زندگیشون رو تباه میکنن، آخرم به اون نمیرسن، اون طرف هم اصلا حالیش نیست، شما در مورد فکر میکنید، او داره زندگی خودش میکنه، شما هستین که زندگی خودتون خراب میکنید. بنابراین انسان باید رو خودش کار کنه که خودش باشه، این از همه چی بالاتره. میگه معمولا انسان ها، اینا روانشناس این حرف رو میزنه، یک عمر تجربه داره، 90 سال زندگی کرده، 120 سال خدا هم بهش بده، حرف های خیلی قشنگ میزنه، میدونه چه خبره تو جامعه. میگه معمولا آدم ها احساس حسادت میکنن به کسی که مثلا میشناسن، مثلا معروفه، و میخوان چیکار کنن و میگن طرف این حقش نیست که مثلا این همه معروف شده، این همه مردم مثلا براش دست میزنن، براش احترام میذارن، این حسادت میبره که مثلا طرف به یه جایی رسیده. یعنی ولی آدم گفتم رو خودش باید کار کنه، چشم دیدن داشته باشه، این طرف یه عمر کار کرده که مثلا مردم براش دست میزنن، دانشگاه رفته، به فرض درس خونده، کار کرده، به یه جایی رسیده، بعد انسان متوجه این موضوعات بشه. و میگه ریشه که انسان ممکنه احساس تنفر به یه نفر دیگه داشته باشه که بزرگتر از خودشه، یک غروره، تکبره، چون جای خودتو نمیشناسی. تو اگر بدونی انسان کجا قرار داری، چرا میخواد به یه نفر دیگه حسادت ببری؟ پس تو جای خودتو نمیشناسی، تکبر داری، میخواد منم اون باشم، منم این باشم، من نمیتونی اون باشی، هر کس باید سعی کنه خودتو. بنابراین آدمایی که متکبرن و گهوا دارن، اینا هم بدبختن بیچاره، همیشه تو زندگیشون، چون همیشه میخوان یه چیز دیگه باشن، همیشه یه چیز دیگه داشته باشن. خودش مثلا زن داره، بچه داره، سلامتی داره، کار داره، یه جا داره بخوابه، ولی همش دنبال چه کسای چشم دیگران، چشم به مال دیگرانه. یعنی که دکتر هولاکویی بارها گفتیم، ها رنبان میفرماد خیلی قشنگ، انسان از هر کسی میتونه درس یاد بگیره. چون بعضی وقتا مثلا ما اسم یه نفر غیر یهودی میاریم، او نه، در حالی که بلد نیستن. رنبان میگه هر کس، حتی بیدین، کافر، حرف حقیقت و زد قبول کن، لازم نیست فقط یه ربایی بیاد بگه مثلا موضوع چیه، هر کسی میتونه حقیقته، عوض بشه نیست. میگه دکتر هولاکویی میگه خیلی قشنگ، جمله طلایی، میگه خوابتون رو به اتاق خوابتون نفروشید. بارها گفتیم خوابتون به اتاق خوابتون نفروشید، این جمله انسان طلا بگیره بزنه تو خونش. تو یه جا داری مثل آدم بتونی شب بخوابی راحت، ولی یه مش دیوانه میان به خاطر حسادت و یا تنفر و اینا، او همه رفتن بالای کوه، مثلا با اون بالا خونه خریدن، جای چی تو هنوز این پایینا هستی، خب این بیچاره نمیتونه، وصفش نمیرسه، میره یه مقدار قرض میکنه و بعد وقت و بیچاره یه خونه بزرگتر میگیره، اتاق خواب قشنگ، ولی شب که میخواد بخوابه دیگه خوابش نمیبره. چرا؟ برای که میفهمه حالا چه غلطی کرده، حالا اون مورگیج، اون پول خونه رو که هر ماه با هزاران دلار بیشتر بده نداره، و بعد میبخشه مثل چیز کار بکنه که اونو بده. ولی قشنگ قبلا مثل آدم میخوابی، خواب مهمه یا اتاق خواب؟ میگه خواب تو به اتاق خواب نفروش. مردم فکر میکنن اتاق خواب مهمه، نه اتاق خواب مهم نیست، خواب مهمه، ولی مردم حالیشون نیست. چرا؟ برای اینکه دیوانن. تو لس آنجلس یا شهرهایی که خیلی یه دفعه متمدن شدن و تازه به دوران رسیدن، از سر چال اومدن اینجا، فکر میکنن مثلا یک کسی، همه ما از سر چال و گت و محلا اومدیم، به کسی بر نخوره، درسته همه ما از پایین های شهر اومدیم، ولی کسی به یه جایی رسید خودش گم نکنه، به خودمون یاد بدیم، فرزندانمون، نوه هامون، که اصل زندگی چی هست و نه اینکه اتاق خواب. اصل زندگی خوابه هست، خواب تو به اتاق خواب نفروش. اینا همش تصورات باطله. و میفرماد خیلی قشنگ، حسادت
فقط یه خصلت بد نیست که دیگه در مورد هم صحبت میکنه، از خود دور کن، آقا حسادت نداشته باش، آره نخواه چیزی که دیگران مثلا دارن. میگه این خیلی جدیه، خطرناکه، حتی از لحاظ سایکولوژی، از لحاظ روانشناسی میتونه عکس العملی داشته باشه. آدمی که حسوده، گفتم هرگز نیاسود، همیشه غمناکه و غم داره، احساس بدبختی میکنه، هیچ وقت خوشحال نیست، نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه تورا بکنه، نمیتونه تفیلا بکنه، نمیتونه لذت مال خودش هم ببره. خودش داره ها، ولی نگاهش مثلا به یه نفر، خب تموم زندگی میره، تموم میشه، اینم هیچ لذتی از زندگی نبر. گفتیم در حالی که اون کسی که تو داری بهش حسادت میبری اصلا حواسش نیست، او داره کار خودش رو میکنه، ولی تو حسودی نسبت به اون، خب از اون چیزی کم میشه، اصلا حالیش نیست، اصلا تو عمر یعنی چی فکر میکنی، تو زندگی تو داری هدر میدی، تلف میکنی. بنابراین اینا یک عمر بعضی ها اینجور زندگی میکنن، بنابراین دیر نیست انسان متوجه بشه. و میگه این یک حماقت بزرگه که وقتی انسان بخواد حسادت داره بینه، نه تنها فقط نشونگر تکبره بلکه حماقته. میگه وقتی حسادت به نفر دیگه داری هیچ چی گیرت نمیاد و اون طرف اصلا حالیش نیست، تنها کسی که اینجا ضرر میکنه توی، یک عمر داری ناراحتی، غم و غصه، چیزی که نداری میخوری، اون طرف هم عشق و زندگیش، کیف زندگیش هم میکنه. خیلی بهش میگن حماقت. خریت که شاخ و دم نداره، اینم یه نوع حماقت متاسفانه. و میگه آرامش خاطر و شادی رو از بین میبره کسی که حسوده. و همچنین آدمی همه زندگیش متاسفانه رنج و خشم و اینا هست، هیچ وقت خوشحال نیست با اون چیزی که خداوند بهش داره. میگه خیلی هستن تو زندگی میتونن زندگی خوب داشته باشن، خوشحال باشن، ولی یه پرابلم دارن. وقتی میبینن یه نفر دیگه پولدارتره، تمام پیس آف مایند و آرامششون از دست میدن. خب تو میتونی قشنگ مثل آدم زندگی کنی، مثلا بارها گفتیم جوونا میتونن راحت ازدواج کنن، زندگی کنن، مثلا دو تا جوون که حتی نه دکترن، نه وکیلن، نه پول دارن، کارگرن، ماهی 3,000 دلار در میرن، این 3,000 دلار، این هم 3,000 دلار، خب 6,000 دلار میتونن قشنگ زندگی کنن، یا آپارتمان بگیرن 2,500، درسته، یا ماشین هم لیز کنن 400-500 دلار، هر چقدر بیمه بدن، غذا بخورن تا به امید خدا برشون بهتر بشه، درسته. اینا حماقته. نه اگر من عروسی مثلا 300-500 هزار دلار نگیرم، اگر حلقه انگشتری چی نگیرم، نصف عمرشو هدر میده، ازدواج نمیکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد پول رو پول بذاره. وقتی 50 سالش شد میخواد ازدواج کنه، 70 سالش که شد بچهش 20 سالشه، چجور میخواد آدم 70 ساله با بچه 20 ساله حرف بزنه؟ میشه؟ آدم اقلا 25 ساله 26 ساله بره بیرون عروسی کنه، اقلا اون موقع 30 سالش که شد بچه داره، خب اقلا یه ارتباطی میتونه با هم داشته باشن. نمیفهمن مردم، همش دنبال چرت و پرتای آشغال دنیا هستن، گولشون میزنه و متاسفانه ضررش هم خودشون میدن. مردم زندگی خودشون میکنن، بعد که یه عمر تلف شد، اون موقع از خواب قفلت بیدار میشه، چرا ازدواج نکردم، چرا اینجا نکردم. واقعا دنیس برگر یک تو رادیوی آمریکایی یا AM صحبت میکنه، یه مش تعدادی از خانمایی که مثلا وکیل بودن، دکتر شدن، ولی ازدواج نکردن، سنشون رفته بود 45-50، باشون مصاحبه میکرد، همشون گفتن آره ما اشتباه کردیم که رفتیم دنبال پول درآوردن و مقام و اینا، ولی ازدواج نکردیم، کاش که زودتر ازدواج کرده بودیم، دنبال درس هم میرفتیم، هیچ مسئله نداره. ولی ازدواج رو فروختن برای اینکه به یه جایی برسن. اوکی، رسیدن به یه جایی، ولی آیا من خوشحالم؟ نه، خوشحال نیستن. من نمیگم اونایی که به اینجا رسیدن، زنایی که 45-50 شدن ولی به یه جایی رسیدن، پول دارن ولی شاد بودن رو ندارن، چه بلکه نه بچه دارن، نه همسر دارن، نمیتونن عشقشو ببرن. اوکی، ولی فکر میکنن همه چی فقط پول، حسادت، این همه باید، این در حالی که هر پدر مادر، اینم حماقت پدر مادرها هست، برو وکیل شو، برو دکتر شو، ولی کدام پدر مادر به بچهش میگه باید ازدواج هم بکنی؟ همونقدر که مهمه
باید بچه هامون دانشگاه بفرستیم برن درس بخونن، همونقدر هم باید تربیتشون کنیم که زودتر ازدواج کنن. ولی مردم بیشتر هی فکر پول، آقا برو پرو پول، یه دختر پولدار، یه پسر پولدار، همش پول پول پول، خانوادهش بگیم خوبه یعنی چی؟ یعنی پول داره بعد باهاش ازدواج میکنن. دنبال اصالت اینا که نمیگردن متاسفانه، به همین خاطر ضررش دودش تو چشم خودشون میره نه کسی دیگه. اینه که باز ادامه میده میگه خیلی قشنگ، وقتی حسادت به دیگران داری هیچ وقت لذت زندگی رو نمیبری، همیشه میخوای یکی دیگه باشی، فرق نمیکنه چقدر داری و همیشه میکنه مثلا اون طرف بزرگتر است و اینا هست. تا اینکه انسان خودشو مقایسه با دیگران نکنه هنوز زندگی نکرده. وقت خودت باشی، آدمایی که میخوان هی مقایسه کنن خودشو با دیگران هیچ وقت خوشحال نیستن. تو که مسابقه نیست که بخوای به دیگری برسی، یا مثلا همه میخوان مثلا، حالا پله هم هفته پیش فوت کرد، بزرگ ستاره فوتبال دنیا مروارید سیاه، یه نفر تو یک دنیا میشه پله، همه میتونن پله بشن درسته؟ چند نفر میتونن پله بشن؟ یه نفر، ولی همه میخوان مثلا پله بشن، نمیشه. تو باید بهترین خودت باشی، بهترین بازیگر زندگی، فوتبالیست، ربای، دکتر، کارگر، شوهر، زن، بهترین خودت که باشی اون موقع تو هم میشی پله زندگی خودت. ولی اگر بخوای فقط همیشه یه نفر دیگه باشی هیچ وقت به اون نمیرسی که یه نفر به اون درجه میرسه. بنابراین اینم خیلی مهمه و اینم گفتیم که زندگی ارزش نداره بخواد انسان وقتش رو تلف کنه که بخواد یه نفر دیگه باشه. و میگه یکی از چیزایی که در مورد حسادت میخواد یه نفر دیگه باشه، این باعث میشه که طرف ممکنه به وسیله گناه به یه جای رسیده باشه. میدونی مثلا یه نفر یک شبه مثلا پولدار شده، درسته؟ یه نفر مثلا میدونی در عرض چند سال پیش، چند سال که نه، 40 سالی که ما آمریکا هستیم، چقدر ایرانی ها رو گرفتن دولت، FBI، اینا دکتر بودن، وکیل بودن، ربای هم بودن، کنیسه‌دار، که دزدی میکردن پولا رو، مثلا بیمه رو الکی مثلا چارج میکردن، طرف حتی مرده بود بیمه رو تو مدت چارج میکردن، یا الکی مثلا اومده آفیس، یا یه ربای با از کنیسا مثلا پولشویی بکنه، پولاشون بفرستن اسرائیل، مردم بخوان مثلا جشن بگیرن، گرفتن. خیلی مثلا پول دولت گرفته بودن که یه کاری انجام بدن، یه کارهای دیگه کردن. یا چند سال پیش خیلی از داروخانه ایرانی رو گرفتن، تعداد زیادی میخواستن داروهای تقلبی و یا جنوهای مختلف، الان زندان هم تا بیان بیرون، ولی همه خانواده شون متلاشی شد و آینده شون خراب شد. چرا؟ برای اینکه اینا هم میخوان ماشین آنچنانی سوار بشن، خونه آنچنانی داشته باشن مثل کسای دیگه. بنابراین آیا ارزشش داره که طرف بره زندان؟ ارزشش داره زنش ازش طلاق بگیره، بچه هاش باهاش حرف نزنن، اسم دوز روش باش بخوره، آیندهش خراب بشه؟ برای چی؟ برای حسادت که یه نفر منم بخوام مثل اون بشم. این چند نفر ایرانی این کارا رو کردن گرفتنشون، یکی دوتا که نیستن، تو هر رشته ای بگیم متاسفانه ایران. چرا؟ برای که ندارن به اندازه کافی، میخوان مثل دیگران بشن، یه دفعه میخوان به یه جایی برسن، خب ممکنه کارهای دوزی انجام بدن. خب تو اگر حسادت داری به این دوزه کار خوبیه، تو را گفته دوزی نکن، از راه حلال کار کن، خداوند براخا میاره توی زندگی انسان. بعد اینم قشنگ رابی پلیسکن ادامه میده، میگه لذت ببر اون چیزی که داری و نخواه که یه نفر دیگه باشی. و میگه بهترین کس که میتونه اینجوری باشه خودته، که بدونی مثلا چه استعدادهایی داری، چه توانایی داری، چه مهارتهایی داری. اونا همش خواب و خیاله که فکر میکنی که مثلا اونا اینا رو دارن، اینا تصورات باطله. میگه اگر شاد هستی به اون چیزی که داری، دیگه کسی نمیتونه این شادی رو از تو بگیره، شادی مال خودته. ولی خواب و خیالای دیگه، چیزای دیگه، این چیزایی هست که
گفتیم تصورات باطله و میخوای اینا رو به دست بیاری، وجود نداره، یعنی پوچه. ولی شادی خیلی هم میخوان اصلا مثل تو باشن، مثل سلامتی تو داشته باشن، زن داشته باشن، بچه داشته باشن، ولی تو متوجه خوبی خودت نیستی. انسان هیچ وقت حالیش نیست چه سلامتی داره، چه برکاتی داره، همیشه دنبال چیزی هست که نداره، ولی شاد و لذت چیزی که داره نمیبره. باید یاد بگیریم لذت چیزی که داریم ببریم، البته به جای بالاتر انسان باید برسه، ولی چگونه؟ نه با مقایسه با دیگران، نه با حسادت با دیگران، بلکه رو خودت کار کنی که تا هم به یه جایی برسی. این عالی، میتونی بگی کی اعمال من مثل اعمال بزرگان میشه، این خوبه. ولی اگر بخوای مثل اونا کپی کنی، نه، هر کس باید اوریجینال خودش زندگی کنه. اینم از اینو یکی دو تا دیگه هم بگیم ما، و بعد دیگه خودمون آماده کنیم برای تفیلا که ما گفتیم امروز هم تعنیته. میگه از دور ممکنه به نظر بیاد که مثلا یه نفر داره زندگی میکنه، خیلی قشنگ لذتش میبره، ولی گفتیم این یک تصویر باطلیه، دروغیه، و این ممکنه خیلی ناراحتی‌ها باهاش باشه. یه جمله‌ای هست که آمریکایی‌ها میگن، میگه وقتی یه نفر میخنده بقیه متوجه میشن، ولی وقتی یه نفر گریه میکنه اینو نمیبینن. مردم همش مثلا میبینه یه نفر خوشحاله، خنده داره، اینو متوجه میشن، ولی گریه طرف ناراحتی‌هاشو حاصل ما متوجه نمیشن. مایکل جاکسون بعد این فرصتی خواننده آمریکا بود، میلیونر بلیونر، آرزوی یه خواب راحت داشت، آرزو داشت که مثلا همبرگر یه غذا بخوره، ثروت خدا رو داشت، قصد درسته، نه، دکترها اینقدر دارو به این زدن که مثلا شبا بتونه راحت بخوابه که مرد از دارو، ها مرد، همه میدونن. حالا این همه ثروت هم داشت، به درد خورد، جوان میتونه چندین سال دیگه عمر کنه. خب حالا نمیگم که بعد مایکل جاکسون، میگم به انسان درس یاد میگیره از یه نفر. یه نفر ممکنه میلیاردر باشه ولی یه خواب راحت نداشته باشه، اینقدر دارو به ایستدن که مرد. پس نگاه نکن که طرف تو قصر زندگی میکنه، شاید تو قصر ولی مثل که تو زندان باره، یه خواب راحت نداره، یه غذا نمیتونه بخوره، یخچال داره ولی نمیتونه باز کنه بخوره، دکترها بهش اجازه نمیدن. تو میخوای حسرت اینو بخوری؟ این مردم نمیفهمن، این فقط ظاهر میگه، خیلی قشنگه. وقتی یه نفر میخنده همه میبینن، ولی وقتی گریه میکنه اون گریه های طرف تو خونه نمیبینن، مردم اینجوریان ظاهر بینن. این اصلا کمک کنه بتونیم رو خودمون کار کنیم، آدم های شادی باشیم، آدمی که شادن نه تنفر داره، نه از کسی بدش میاد، چشم دیدن دیگران داره، سینت خینام نداره، خوشحال بونجور خدا من بهش داده، سعی میکنه خودش باشه آدم شاد، هم خودش شاده هم دیگران شاد میکنه. اصلا کمک کنه این گونه باشیم. و این تعنیت اثار رو به تبت هم با اومدن ماشین انشاءالله به ساسون و شادی خوشحالی تبدیل بشه. شروع تمام بدبختی‌ها.